خب من سری پارسال من پرزنتی نداشتم. امسال گفتم که یه مقدار از تجربیات خودم تو دو سال گذشته به خصوص سالی که گذشت براتون بگم. و خب صحبت‌های محمد خیلی خوبه. من خودم همیشه وقتی میشینم پای صحبتش خیلی لذت می‌برم. اول کلی چیز یاد می‌گیرم هر سری و ولی مدل بیانش یه جوری که آدم واقعا لذت می‌بره. خب میخوام از اینجا شروع کنم که یه سری واقعیت‌ها هست. میخوام با اون واقعیت شروع بکنم. واقعیت اول اینه که درسته ما اومدیم اینجا درس بخونیم ولی خدا وکیلی نیومدیم درس بخونیم. اومدیم که از اینا خارج بشیم. هیچ حداقل من این تو من و دور اطرافیان میبینم، نمیخوام جنرالایز بکنم، نمیخوام کلی گرایی بکنم، ولی حداقل من و اطرافیانم اینطوری اومدیم کانادا. اومدیم که از ایران خارج بشیم. و خب همه ما بنابراین هممون مهاجرت کردیم، از آدمایی که دوستشون داریم جدا شدیم، از خانوادهمون، از دوستامون، از همینا جدا شدیم، اومدیم توی کشوری که فرهنگش متفاوته، آدماش متفاوتن، تفریحات آدما متفاوته و خیلی از این دیفرنس ها به اصطلاح میتونین ببینین توی مدتی که تو کانادا هستین. و نکته مهم اینه که همه ما انتخاب کردیم که بیاییم. این خیلی نکته مهمیه. یه جلوتر میگم این مثالی که میخوام بگم. خب اینا واقعیت هایی بود که ما حداقل برای من واقعیت بود. واقعیت دیگه هست که واقعیت های زندگی آدم هایی که تو کانادا اصطلاحا هم میگن کانادین. حالا ممکنه ایندین کانادین باشه، ایرانیان کانادین باشه، whatever، ولی کانادایی هم. اولا اینکه راجع به خود کانادا، کانادا هواش واقعا من یک کلمه دیگه به کار برده بودم ولی عوضش کرد، هوای دوست داشتنی نیست و اصطلاحاً حیاتش، حیات وحشش واقعاً وحشیه. یعنی مثل ایران نیستش که شما گربه ببینید تو خیابون یه چقدر باحاله. چیز ببینید، سنجاب ببینید که صدا وقتی صداش در بیاد آدم واقعاً میترسه. بذارید اینطوری بگید. ولی جدا از اون کشور بسیار بسیار قشنگی. همین اتاوا امکان داره که جلوتر حالا میگم خیلی خیلی طبیعت قشنگی داره، خیلی تفریحات خوبی داره و اگر آدمای اهل طبیعت هستیم واقعا توی شهر لذت می‌برید. و بسیار بسیار دریاچه داره، نمیدونم میدون یا نه، کانادا بیشترین تعداد دریاچه رو تو سطح جهان داره. راجع به کانادا، یا کانادا هاکی دوست دارن کنار بیایم با این موضوع، ورزش قشنگی، اینقدر مقاومت نکنی. من خودم همیشه میگفتم تا پارسال این مدل که نه هاکی چیه بابا ول کن، این چه ورزش مزخرفیه، میزنن یا کتک میزنن اینا. بعد تا اینکه رفتم یه سایتی هست هاکی 101، خب رفتم شروع کردم قوانینشو خوندم، بعد این اپ NHL هم نصب کردم، نشنال هاکی لیگ. بعد با کاوه شروع کردیم گفتم خب طرفداری کی بشیم، هیچ تیمی نداره، تیم سناتورز اتاوا. تیم سناتورز اتاوا هم که ماشاءالله قربونش برم همیشه حذف میشه، همیشه اون ته جدول، یعنی هیچ افاده نمیاد، ولی وضعش قشنگیه. من خودم واقعا لذت میبرم. از اون آدمی که اینقدر علیهش بودم رسیدم به یه آدمی که میرفتم استریم میکنم. خب من ندارم تلویزیون خونه، ندارم که مثلا بخوام چیز کنم، یعنی کیبل ندارم که بخوام بازی ها رو ببینم. میرفتم استریم میکردم به صورت آنونی که بتونم بازی ها رو ببینم. خب بازی هاکی هم خیلی طول میکشه، یه دفعه میبینم مثلا 2-3 ساعت بازی هاکی طول میکشه. حالا از هاکی بگذریم، کانادایی‌ها راجع به هوا خیلی حرف میزنن. من خودم اوایل مدلی بودم، مثلا تو آسانسور میری نه خبری نه چیزی، نه مثلا هوا بارون میاد اون رو چیکار کنم، بارون میاد دیگه، خب به من چه. ولی خب این اتفاق میفته، آدما راجع به هوا خیلی صحبت میکنن. خیلی مدل صحبت کردن خوبیه واسه اینکه یخ صحبت بشکنه و بتونی راجع به چیزهای دیگه صحبت کنی، حالا نه تو آسانسور واقعا، ولی حالا مثلا تو همین میتاپایی که محمد گفت، مثلا میخوان با آدما ارتباط برقرار بکنی. خیلی به پوتینشون مینازن. هیچ وقت جلوی یه کانادایی از پوتین بد نگیم. من خودم میدونم واقعا پوتین چیز خاصی نیست، یه سیب زمینی و یه گریوی و اینا، ولی هیچ وقت جلوی کانادایی از پوتین بد نگیم. واقعا واقعا خوشمزه است. اگه برین سمت توی گاتینو یه چیزی بود، من اسمش یادم نمیاد، لب آبم هستش، اون رستوران مکزیکی بود، پوتین با طعم مکزیکی میداد. خیلی واقعا پوتین خوشمزه، میتونید پوتینای خوشمزه پیدا کنید. کافی و پیتزا اینجا واقعا فاجعه است، اینو از من بدونین. بعد اگه نمیدونین، نمیدونم میدونین یا نه، پیتزا هاواییان اختراع اینجاست. پیتزا هاواییان روش آناناس میریزن. اصلا از نظر من واقعا حال بگذاریم. اینجا همه چیز شیرینه. کانادایی‌ها اصلا با میپل سیروپ بزرگ میشن، خودشون هم میگن
شما شیرینی می‌خرین، شیرینی که قاعدتا شیرینی، ولی مثلا کوکی می‌خرین انتهای شیرینیه، بستنی می‌خرین انتهای شیرینیه، هیچ وقت مثل ایران نمی‌تونین بستنی خوب، یه سری بستنی‌ها هستش که خوبه ولی خیارشور شیرینه. یه چیزایی من دیدم که مثلا من دیدم که سیب زمینی با سرکه می‌خورن، اینو دیدم که مثلا شیر کاکائو خیلی دوست دارن، مثلا با ساندویچ شیر کاکائو می‌خورن. از این چیزا زیاد می‌خورن. ولی حواستون، من خودم آدم اهل شکری نیستم، واسه همین همیشه چک میکنم که مثلا چیزی که دارم میخرم شکرش چقدره. سرده، عادت کنیم بهش. حالا جلوتر راجع به سرما صحبت می‌کنم. چیزایی هست که نمیتونیم بگیم و نمیتونیم انجام بدیم، سعی کنین راجع بهش بدونین. من اولین کاری که کردم اومدم اینجا، رفتم با همکار کاناداییم گفتم ببین راجع به چیا نمیتونیم حرف بزنیم، برای اینکه خیلی مهمه. من دوستایی دارم اینجا که مثلا میگه آره نشسته بودیم تو جمع داشتیم صحبت می‌کردیم، من فلان جوکو گفتم، همه پوکر فیس من نگاه کردن. این اتفاقات میفته، یه سری چیزا رو نباید واقعا بگیم. ما تو فرهنگمون خیلی آدمای راحتی هستیم تو فرهنگ خودمون، ولی اینجا اونطوری نیستش. حواستون باشه چیا رو کجا میگی. اینجا کسی، اکثر آدما نجات پرست نیستن، از این به عنوان بهونه استفاده نکنید. من خیلی موقع خودم این کارو میکنم به صورت ناخودآگاه، یه نفر اون چیزی که من میخوام انجام نمیده، میگه اینم که بابا مثلا فلانه. این کار نکنیم، واقعا این درست نیست. اکثر آدما، بیشتر از 99% آدما نجات پرست نیستن. اون نجات پرست هم قشنگ مشخصه، همه میگن. یه چیزی هستش من بهش میگم the koala effect، که خیلی ها من شنیدم میگن کانادایی ها یه مقدار بعضی هاشون پسیو اگرسیون. یعنی چی؟ یعنی در ظاهر بسیار آدم های دوست نایس و خیلی خیلی مثلا گرم و اینا در ظاهر، ولی در باطن امکان داره با شما حال نکنن. هیچ وقت اینو شما نمیفهمید که مثلا این آدم شاید با فلان رفتار من حال نکرده. آدم های مؤدبی هستن، اینو معمولا مؤدبه، اینو به روتون نمیارم. برای همین باید سعی کنیم بخونیم که اون آدم تو چه وضعیتیه، چه جوری داره مثلا الان با شما داره حرف میزنه. خودتون باید تنظیم کنید، حواستون به این موضوع باشه. اگر چیزای بیشتری راجع به کانادا میخوایم بدونید، من این سه تا صفحه فیسبوک رو بهتون پیشنهاد میکنم. این دوتا عکس میذارن، خیلی عکسای باحالی میذارن، من خودم خیلی لذت میبرم. مثلا چیزای راجع به فرهنگ کانادایی اینا، یه چیزی که بهتون خیلی توصیه میکنم، حالا اینجا نذاشتم الان یادم افتاد، برین کمدی کلاب یاک یاک و کامیدی سنتر، نه نمیدونم چی چیه، روز تولدشون هم مجانی. آره اتفاقا اونجا دیدم، یادم افتاد چیه اون که تو پرستونه، یاک یاک توی چیزه، یه یاک یاک از اون یکی بهتره. برید آدمای محلی که میاد، جوکای محلی که میگن خیلی خوبه. من خودم خیلی تو اون چیز مثلا جوکا یاد میگیرم که ای مثلا اینا فلان چیزو دارن، اینا فلان چیز. این آخری هم یه آقاییه که ویدیو درست میکنه، آدم باحالیه، نقش مثلا جای خودشو جای ترودو جا میزنه و اینا. همه اینا گذشتیم، بیایم بهونه نگیریم. من دارم به خودم میگم بیایم بهونه نگیریم، انتظاراتمون رو با توجه به شرایطمون تنظیم بکنیم و سعی کنیم فان داشته باشیم. بریم سراغ فان. اولا یه سری چیزا هست، چیزا رو بد جا افتاده. من میخوام یه ذره راجع به اینو صحبت بکنم. که یه 10 دقیقه مونده بود به من میگی که من سرعتمو زیاد کنم. الان 10 دقیقه مونده. اوکی، پس من 20 دقیقه میتونم. یه رو میتونم. خب اول از همه خیلی ها میگن که در راستای صحبت های خیلی دوست داشتم اون تیکه که محمد گفت، خیلی ها من شنیدم میگن اتاق کوچیکه و خیلی کسل کننده است. برای عده آره ممکن کسل کننده باشه. من دوستی دارم که تو ایران هر هفتهش به پارتی بوده. خب آره تو اینجا نمیتون، چرا؟ اگر اکیپ خودت داشته باشی میتونه هر هفته بده، ولی اینطوری نیستش که آه بریم بچه‌ها چرا مثلا کلاب انقدری چه هست داره، این چیزا هم داره اتاق، ولی اصطلاحا نایت لایف خیلی خاصی اتاق نداره. بعد بازی موضوع کنار بیایم و همونطور که محمد گفت، مونترال 2 ساعت اینجا فاصله است، میتونین شنبه صبح برین، یک شنبه بعد از ظهر برگردین، یا حتی شنبه بعد از ظهر برگردین. واقعا چیز خاصی نیست از اتاق تا مونترال رفتن. آرش هم که هستش قشنگ خیلی راحت میتونین برین و بیاین. دومی این دوتا خیلی بر خود من مهمه. من اسمشو گذاشتم The Tony Syndrome و سندروم بربری. سندروم تونی اینی که یه سری آدم ها هستن که میبینیم تو کامیونیتی ایرانی ها بهشون برمیخوریم. این مدلی هست که با ایرانی ها که با من فقط با خارجی ها، من اصلا نمیرم سراغ، من اصلا نمیتونم. این آدم ها رو سعی کنیم اونطوری نباشیم. من باز به خودم دارم میگم و این آدم ها رو اگر نصیحت پذیرن نصیحتشون کنیم. من بهش میگم تونیست، The Tony Syndrome، سندروم تونی، چون از نمیدونم کی بود، یکی از این کمدین‌ها بود، فکر کنم ماز جبرانی بود، میگفتش که زمانی که اون
گروگان گریا شد تو ایران، همه ایرانی ها تو خارج میگفتن من تونی هم از ایتالیا اومدم، برای همین برای اینکه مثلا بهشون گیر ندم. بعد دومی یه سری آدم ها هستن که وای وطنم نمیدونم 2500 سال نمیدونم فلان بیسار دیگه ول نمی کنن دیگه، دیگه طرف همه چی رو میخواد ایرانی باشه، همه چی آقا تجربه کنین، ماها هممون جوونیم، بیایم با هم دیگه تجربه کنیم، بیایم چیزای جدید تجربه، مثلا همین هاکی که مثال زدم بیایم تجربه کنیم، واقعا شاید بد نباشه. آره یه موقع هست یه چیز جدید تجربه میکنیم، نه این مال من نیست، میری هایک نه من آدم اهل هایک نیستم، میری کلاب نه من آدم اهل، ولی تجربه کنیم، بیایم تجربه. چرا میگم؟ به خاطر اینکه دو سال گذشته زندگی من تو کانادا، سال اول با سال دومش خیلی متفاوت بود. سال اول من آدمی بودم که اصلا اهل تجربه نبودم، ولی سال دوم گفتم اوکی یه لغتی بذار تجربه بکنیم. بعد من یه دوستی اینجا وقتی از ایران خارج میشه همه چی ساده میشه. برای خود من این مدلی بود که برم از اینجا تموم بشه دیگه راحته دیگه. نه اینطوری نیست، اینجا هم سختی خودشو داره، خیلی سخت‌تر زندگی اینجا نسبت به ایران، هممون اینو میدونیم، ولی خب manage our expectations، برمیگردیم به اون چیزی که قبلا داشتیم. من یه دوستی داشتم میام میگفتش که وقتی آدمایی که مهاجرت میکنن همیشه عادتای بدشون خیلی میزنه بیرون، ولی اینطوری نیست، خیلی موقع اینطوری پیش میاد، ولی عادت‌های خوب آدما میتونه بزنه بیرون، یعنی واقعا مثلا خیلی میتونه بولد بشه. بنابراین بیایم سعی کنیم که دوباره برمیگردیم به همون قضیه منیج اور اکسپکتیشنز. یه چیز دیگه هستش که اینکه آقا زمستون شد بریم خونه بخوابیم، خرس قطبی بریم بخوابیم تا بهار سال بعد، نکنین این کارو. واقعا من دارم دوست توی دوستام هست، محمدم میشناسنش، که چند وقت پیش مثلا اواخر زمستون بود گفتم بابا نیستین کجای اینا، زمستون دیگه میایم، حالا میایم بیاین بیرون، هیچ اتفاقی نمیفته، دوباره میریم. یه اسلاید دارم راجع به زمستون، راجع به اونم صحبت میکنم. نه یه چیز دیگه هستش اینه که خیلی میگن کانادایی آدمای سردی ان، بستگی داره چه جوری کجای کانادا بزرگ شده باشن، به خیلی این چیزا بستگی داره. مثلا کانادا، من دوست کانادایی دارم که خودش میگه اونتاریانز آر اونتریبلز، اونتاری اونایی که مال اونتاریو ان واقعا آدمای داغونی ان، ولی مثلا آدم اون میگه نظر من نیست، ولی مثلا آدمایی که مال مریتایمن یعنی مال شرق شرق کانادا میشه، مثلا اونا خیلی آدمای مثلا خیلی آدمای گرم و اینا، خیلی بستگی به چیزهای مختلف داره. میگم اون اول صحبت هم گفتم باید بخونیم که الان صحبتی که داریم با طرف میکنیم تو چه وضعیتیه. یه چیزی که من خودم خیلی اذیت میکرد، من فکر میکردم که زبانم خوب نیست، برای همین هیچ وقت نمیرفتم تو این اکیپای خارجی و فکر میکردم که چون من زبانم خوب نیست نمیتونم برم. این غلطه، برین وارد اکیپای خارجی بشین و از بودن با اونا لذت ببرین، هم فرهنگشون رو یاد میگیرین، هم اینکه خودتون ابعاد جدیدی از خودتون رو کشف میکنین. چیز دیگه هستش، چرا هی من میزنم بیرو بعدی، که هرچی ارزون تره بهتره. تا زمانی که دانشجو هستیم ترجیح اینه که هرچی ارزون تر باشه بهتر باشه، ولی واقعا این درست نیست. یه موقعهایی بهتره که یه پولی رو خرج بکنیم که اصطلاحاً کیفیت بهتری داشته باشی. مثلا من یکی از بچه‌ها میگفتش که من یه چاقویی رو از یه جایی خریدم و خریدم $10، خودم خوشحال بودم ای ول چقدر مثلا کم پول دادم فلان اینا، حالا واقعا $10 هم زیاده واسه چاقو، حالا بگذریم. اون اینطوری میگه، بعد میگه من هر سری از این چاقو استفاده میکنم به خودم و به اون جایی که خریدم ازش، بعدو بیرا میگم که آقا من چرا رفتم اینو خریدم، خب چه کاریه اونو میخریدی $15 $5 بیشتر میدادی، اینقدر خودت هرس نمیدادی. حالا نمیگم در مورد چاقو، واقعا من خودم هم مخالفم با اون، ولی فکر کنیم که هر یه چیزی رو ارزون بخریم بهتره یا اینکه یه مقدار روش خرج کنیم و چیز بهتری بگیریم. من خودم همیشه کاری که میکنم سعی میکنم بالانس رو برقرار کنم، نه پول زیادی بدم نه پول کمی بدم، و سعی میکنم هر چی که آفر داره رو پیدا کنم و از اسلایدهای محمد خیلی استفاده کنم. و یه چیز دیگه که من خیلی میشنوم و واقعا به شخصه خیلی اذیتم میکنه اینه که مثلا فلانجا خیلی دوره، آقا مثلا بریم تنگر خیلی دوره بابا اون کله دنیاست. شما همه جا توی استیتسویل از خونه من خیلی دوره با هم دیگه بخواد حساب کنیم، ولی من با اتوبوس با یک ساعت و نیم میتونم برم. و واقعا شما آره یک ساعت و نیم تو اتوبوس خیلی راهه، ولی توی واقعا عادت میکنیم، تو اتاوا عادت میکنیم. به این فکر کنین که نمیدونم حالا چند نفر از تهران اومدن، من نمیدونم واقعا شهرهای دیگه ترافیک چجوری، میدونم که مثلا شهرهای بزرگ مثلا مشهد و اینا اصفهان میدونم ترافیک زیادی داره، ولی تهران واقعا ترافیکش وحشتناکه. از این کله شهر تا اون کله شهر
دو ساعت تو ترافیک موندن واقعا چیزی نیست. به اون فکر کنین که حداقل شما تو اتوبوس میتونین کتاب صوتی گوش بدین، نمیدونم مجله بخونین، اخبار گوش بدین. اوکی. و همه این کارا میتونین تو اتوبوس بکنین. ولی پشت فرمون خب این کارا نمیتونین. خب اگه بخوایم بریم بیرون چیکار کنیم؟ ببین من اومدم یه دستبندی کردم. کارهایی که میتونیم انجام بدیم خیلی کمه، چیزهای بیشتری میشه انجام. سرویس ها، گروه هایی که واسه این کارها هستن و جایی که میتونیم بریم. ببینیم یه سری ورزش گروهی میتونیم بکنیم. یکیش که فوتبالو که محمد گفت، من خودم آلتیمت رو خیلی دوست دارم، فریزبی آلتیمت، اونو بازی میکنم. میتونین بسکتبال، نمیدونم والیبال، هر ورزشی که بخواین اینجا میتونین انجام بدین. توصیه من واقعا به شخصه اینه که انجام بدین، ورزش انجام بدین. یادتونه صبح گفتم که مریض نشین، در راسته بونه. یه کاری که کانادایی اصلا تو فرهنگ کاناداییه این که برن کمپ بزنن، برن کمپ کنن توی اطراف اتاوا و کلن تو استان آنتاریو. ما یه سری پروینشال پارک داریم، آنتاریو پروینشال پارک. همین رو سرچ کنین، یه وبسایت داره، اونجا میتونین برین همه پارک ها رو ببینین. جای مختلف، پارک های مختلف هست که میرن اونجا و مثلا یک شب دو شب میمونن، کمپ میزنن، چادر میزنن. یه سری قوانین داره بر رعایت بکنین اینا. حالا یه کوچولوشو من جلوتر میگم. روش مدل های مختلف کمپینگ داریم. اصلا کمپی که شما با ماشین همه چی میریزی صندوق عقب، مدلی که ایران میرفتیم، میریزی صندوق عقب، میری همه چی خالی میکنی، چادر میزنی، اون بهش میگن فرانت کانتری کمپینگ، که کار کمپینگ بهش میگن. ما یه چیزی هم داریم تو اینجا به نام بک کانتری کمپینگ که مدل اینه که شما یا کولر میندازی پشتت، مثلا میری دو روز پیاده میری. این مدلیه، مثلا دستشویت طبیعت، نه به اون معنی طبیعت ها، نه، یه سری چیزا هست بهش میگن ثاندر باکس، داخل اونا باید کارتون انجام بدی. ولی خب مثلا نه دیواری هست نه چیزی هست، مثلا وسیله شستشو نداریم، بعد با خودتون. این مدلیه. من خودم واقعا بک کانتری خیلی دوست دارم، تجربه سختیه ولی واقعا دوست دارم. نه آخه موضوع اینه که شما واقعا وارد طبیعت میشین. یه چیز دیگه هست اونم ویلدرنس کمپینگ، اون من جرئت نمیکنم برم واقعا. اون دیگه میره دیگه ویلدرنس دیگه، هیچی نیستش دیگه. بعد با کنو همه این کارا رو میتونیم با کنو انجام بدیم. جلوتر میگم کنو چیه. یا با دوچرخه بایک کمپینگ داریم، اصطلاحا میندازن پشت دوچرخه میرن. بکپکینگ هم که با کوله میرن، میتونید دوچرخه سواری کنید که محمد گفت دیگه من وارد جزئیاتش نمیام. واقعا مسیرهای قشنگی داره اتاوا، دور اطراف اتاوا، به خصوص بغل رودخونه، چیزای مسیر خیلی قشنگی است. ورزش‌های آبی میتونید انجام بدین. یه اصطلاحی داره به نام فلات واتر اند وایت واتر، که فلات واتر یعنی همین مثلا مثل رودخونه و اینا، آبایی که ساکته، یعنی شما قشنگ میتونید کنو رو بندازین توش، قایقو بندازین توش برید. وایت واتر وقتیه که مثلا اصطلاح به قول اینا رپیدز داره، چیز داره، آبشار داره، اونها فلان، نه دیگه اونطوری که مثلا بیریزه، ولی سرعتش خیلی زیاده، حتما باید یه سری چیز خاص داشته باشی. کنو، کایاک و پدال بورد میتونید استفاده کنید. من اصلاحی بعدی میگم اینا چی ان. اسکیت میتونیم بریم. کامیونیتی سنترها توی سیتی، از اینجا میتونیم بریم ببینیم. کامیونیتی سنترهای مختلف داریم که رینگ اسکیت دارن. مهم رینک مجانی اسکیت که چیز کاناله، میتونید برید روی کانال وقتی که صرف بشه، کانال یخ میزنه قشنگ، میتونید برید روی کانال. ولی کامیونیتی سنتر ها میتونید بریم، مثلا جلسه 1 ساعت و 50 دقیقه، ببخشید 50 دقیقه 3 دلار. بعد اسکیت چجوری بخوایم بخریدم جلوتر بهتون میگم. اسکای دایوینگ میتونیم بریم، یه دونه هستش تو گتینو انجام میده، میبره بالا پرت میکنه پایین، با یه نفر میاد پایین. یه سری کلاس آموزشی هم داره، میخواین خودتون برین. توی زمستون میتونین اسنوشو برین، میگم جلوت اسنوشو چیه. هایک توی تابستون، زمستون میتونین برین. تریل رانینگ میتونین برین. میبینین یه سری از این کانادایی‌ها مثلا منفی 20 درجه است، ما داریم تیک 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 میندازیم، خیلی شیک اومده، داریم میدوه وسط توی تریل و اینا، از این چیزا میبینین. بهش میگن تریل رانینگ، که توی تریل میرن میدوئن، همون تریلی که مثلا ما بقیه میرن هایک میکنن. اسکی میتونین بکنین، کراس کانتری برین که خب ساده تره. داون هیل ما کراس کانتری ایران نداشتیم، داون هیل ایران داشتیم که آلپاین هم بهش میگن. اگه بلدین که هیچی، اگه بلد نیستین میتونین بریم یاد بگیرین. کلاس های آموزشی داره. من جلوتر یه مقدار راجع به کلابا میگم، بعد تونتر بگم. کاتج و کابین و اینا میتونین بگیرین و برین. این سرویس ها رو میتونین کجا برین؟ اکثر اینا رو میتونین تو سیتی برین انجام بدین، هم شهرداری، همون کامیونیتی سنترهایی که گفتم. سایتش از اینجا میتونین برین، چیز جایی که چیزی که میخواین سرچ کنین. یه سری جیم هست میتونین برین، فیت فورلس، موادی گود لایف، و یه سری جیم های خصوصی هست و جیم خود دانشگاه. من خودم دورم به دانشگاه، محل کارم جای دیگه است، واسه همین مثلا نمیتونم جیم دانشگاه برم. فیت فورلس خیلی ارزونه،
فکر کنم ماه دو هفته $5 یعنی میشه ماهی $10. مواتی از همشون گرونتره، از همشون هم شیکتره. فیت فورلت اگه واقعا میخواین عقب بریم ورزش بکنین بیاین، جواب کارتونه میده. ولی نه، اگه میخواین مثلا دوشتون اونجا بگیرین و فلان و بیسار اینا، بعد برین یا گود لاک یا بعد برین مواتی. مواتی واقعا گرونه و واقعا هم شیکتره، امکانش هم واقعا بهتره. بهتون توصیه میکنم اگر ترینری چیزی میخواین بگیرین اصلا از اینا نگیرین، چون همه اکثرا آدمای بی سوادی ان که فقط اونجا هستن به خاطر اینکه برند. یه سری کلاب داریم سطح شهر، OSSC واسه و انواع گروپ اسپورت‌ها رو داره، اوتاوا سوشال اند اسپورتس کلاب، که میتونین برین ثبت نام بکنین به عنوان شخص یا به عنوان تیم. بعد به عنوان شخص که میرین میذارنتون توی یه تیمی، مثلا میرین واسه چمم فوتبال ثبت نام می‌کنین یا بسکتبال ثبت نام میذارنتون توی تیمی، بعد اون وقت با اون تیم بازی می‌کنین توی فصل به فصل. مثلا الان فصل پاییزشه، بعد فصل زمستونشه، فصل زمستونش این دوره، بقیه‌اش بیرونه. OOC اوتاوا آوتدور کلاب که کارهای هایکینگ و کنوینگ و از این کارا انجام میدن، یه رجیستریشن فی داره، این سالیانه است. آکوا این مال خودمونه، مال خودمون که نه، یعنی که مال ورزشی که من دوست دارم. اوتاوا کارلتون التیمیت اسوسییشن که مال التیمیت بازی کردنه. آر ای سنتر یه سری کلاب داره، من همه رو نذاشتم. مثلا آر ای سی 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 آر ای کنو کمپینگ کلابه، بعد مثلا اسکی داره، اسکی های مختلف داره. برین آر ای سنتر سرچ کنین، همه کلاباشو میتونین ببینین. جایی که میتونین برین خیلی قشنگه گتینو پارک، همتون غالبا میدونین واقعا جای قشنگی داره، برین ببینین. مغلو من کم دیدم بدونم مغلو رو، سمت شرق میشه کانورسیشن ایریا، اینم قشنگه. گرین بلت رو داریم سمت غرب، یه بخشی از گرین بلت سمت غرب اتاوا میتونین برین. کانورسیشن پارک ها که گفتم، پویسون بلان هم توی کبک واقعا قشنگه، یه سری جزیره های کوچولو. البته فکر کنم زمستون نمیتونین برین، تابستون بعد برین، خیلی خوشگله اونا. بعد خب اینا چی هن؟ این کنوه، دو نفر توش میشینن معمولا، کنوه یه نفرم داریم ولی معمولا دو نفر میشینن، یکی اینجا میشینه، یکی اینجا میشینه، یکی از این ور پارو میزنه، یکی از اون ور پارو میزنه. خیلی باحاله، اصلا این چیز جزء فرهنگ کاناداییه. به این میگن کایاک، که یه نفر است، دو نفرم داره، معمولا یه نفر است که خیلی پایینتره، این پاروش هم این مدلیه. بعد اینم پدل برده، بچه گونه نیست واقعا، این من عکس پیدا نکردم بذارم. میره روش وای میسین، این چیزش پاروش هم بلنده. اولش واقعا سخته، این پاروش اینطوری باید بزنی. بعد خیلی جالبه، این یه بند خدایی بود مسخره میکرد، میگفتش اینا که میام تازه یاد بگیرم، ما اول اینطوری بهشون یاد میدیم برای اینکه خب راحت تر اینطوری. بعد ما میگیم خب حالا که رفتی وسطها، حالا بعد برگردی اینوری بشی. خب شما هر کاری بکنی بعد بپرین دیگه، تنها راهش اینه، هر جوری بریم میافتیم. بعد میگفت اینا میافتن تو، ما میخندیم. یه مقدار مشکلات داشت ولی خب حالا این اسنوشوه، پاتون میکنین میرین تو برف، مسیرهایی که تریلایی که هایک انجام میدادین میرین اسنوشو میکنین. اینم خیلی باحاله، اسکی داون هیل و کراس کانتری، که کراس کانتری اسنوشو میمونه ولی شما با چوب اسکی انجام میدین. مثلا یه مسیر پشت خونتون هم میتونین کراس کانتری بکنین، یه مسیری مثلا راه میرین، بعد یه سربالایی میرین بالا، بعد چیز میایین پایین، مثلا همون دور برمیگردین پایین. کراس کانتری خیلی ساده تر از داون هیله. این عکسام از اینجا من برداشت بودم، پایین گذاشتم. بیاین راجع به این فیلی که تو اتاق داریم صحبت بکنیم. اصطلاح ایناست، اگر منظور واقعا فیلی سرما. خب من خیلی سریع اینو بگم بچه ها، موضوعی که هست، من خودم به شخص خیلی ترسوندنم سر سرما. وقتی میخواستم بیام اینجا گفتم وای میای دماغت میفته، گوشت میفته، فلانه. من اینا هست تو گروه سرچ کنید، همین گروه نیوکامرز سرچ کنید، گوشه افتاده هست تو گروه، بچه ها گفتن. واقعا این همه کانادایی ما میبینیم تو سطح شهر که گوشه ها دماغاشون افتاده. آره واقعا. بعد ولی واقعا اینطوری نیست. اگر درست لباس بپوشید، من خودم به شخصه شده که یک ساعت و نیم تو دمای 40 منفی 40 درجه بیرون بودم. آره آخرش دیگه این مدلی بودم که بی خیال بریم خونه، نمیتونستم برم چون بعد پیاده میرفتم تا خونه. ولی واقعا شما بیشتر از یه رو پیش بیرون نیستین و اگر لباس درست پوشین هیچ اتفاقی نمیافته. سعی کنین از سرما لذت ببرین. واقعا دمای بد بدن عادت میکنه. اینطوری نیستش که الان باشه مثبت 10 فردا باشه منفی 20 درجه. کم کم میره پایین، بدن عادت میکنه. واقعا هیچ نگرانی راجع به سرما نداشته باشین. یه سیستمی داریم به نام لایرز. وقتی میخواین ورزش کنین خیلی مهمه که شما لایه لایه لباس بپوشین، یه بیس لایر، یه مید لایر، یه آتر لایر بپوشین. من اینا رو می‌خواستم راجعش توضیح بدم ولی از روشون رد میشن چون وقت ندارم. اگه خواستین این لینک ها رو من گذاشتم که بتونین برین اینجا راجعش بخونین. برین اینا رو بخونین که واترپروف یعنی چی، دی دبلیو آر کوتینگ یعنی چی، اگه نشرال باشه، سینتتیک باشه، برفبلیتیش یا انسولیش. چون کاپشن ماپشن می‌خوایم بخرین، این سه تا مهمه. فیل پاور چقدره، ویتش چقدره، ریشیو چقدره، یعنی چیزی افتاده اینجا. اینا مهمه.
اینا رو بخونید بعد برین کاپشن بخرید. این سه تا رو حتما بخونید. لباس و این چیزا کجا بخرید؟ گیر ورزشی من منظورمه، نه لباس عادی. معروف ترینش مک ماونتین اکوپمنت کوآپ، سیل تریل هد، بوشتاکا، اینا وسایل دوچرخه‌ایش خیلی خوبه. چیز بخوایم بخریم، التیتود اسپورت آنلاین، آمازون آنلاین، این جفتش خیلی خوبه. کابلات هستش که سمت کناتا. پلیت اگین، این خیلی خوبه. اگر اسکیت میخوایم بخریم، من خودم اینجا گرفتم. دست دو، دست دو، آره دست دو، ولی ترتمیز همه چیز میتونی از اونجا بخری. لاتولیپ توی کبک سیتیه ولی آنلاین میتونی بخری. این التیتود هم توی مونترامبلانت مغازش، ولی آنلاین خیلی سرویسش واقعا عالیه. اتمسفیر یه دونه تو گاتینو داره، آنلاین هم میتونید بخرید. اسپورت چکی که همه جا هستش. ولیو ویلج همون تاناکارای خودمونه، خیلی خوبه، چیزای خیلی با کیفیت میتونید از توش بخرید. یه گالاکسیل گلیب داریم که توی تو منطقه گلیب توی کیه؟ اپریله؟ میه که هم گذشته دیگه، ولی میتونید اونجا خرید. و تنگر و ترن تنگر که چیز محمد گفت، ترین یارز هم این تنگره، این کله شهره، اون کله شهره. اینا خیلی مهمه. لیو نو تریس خیلی مهمه. وقتی میرون گفتم یه سری قوانین داره بیرون رفتن، قانون لیو نو تریس رو حتما، چند تا قانونه که آقا شما هر جایی که میرین هیچ اثری از خودتون باقی نذارین، آشغال مینیممشه. من وقتی بهم گفتن لیو نو تریس گفتم بابا من که بلدم آشغال نمیریزم، ولی واقعا مهمه. مثلا شما نمیتونین اگه میخواید ماهیگیری مثلا میکنین، نمیتونین یه تومر که از یه جایی از یه رودخونه گرفتین ببرین بندازین توی یه رودخونه دیگه. همچین کاری مثلا چوب که باهاش آتیش میزنین چیز از یه پارک نمیتونین ببرین توی یه پارک دیگه، به خاطر اینکه شاید گونه مهاجم داشته باشه و اکوسیستم به هم بریزه. اینا رو مطالعه کنین اگر میخواین برین توی این زمینه. راجب خرس و این چیزا خیلی حرف هست، الان تموم میشه. راجب تیک بریم بخونیم. یه چیزیه که خیلی چیز بدیه، راجبش بخونی و حواستون باشه صدمه نبینین در راستای حرفای صبح. ترانسپورتیشن هم که کار رایت شیرینگ و اینا که محمد گفت، فقط یه سری میتونین ماشین برای رنت کردن ماشین، یه اپ تورو هست، ویرچو کار هست، انترپرایز هم که میتونین همینطور عادی برین رنت کنین. و حرف آخرم گیو بک تو دی کامیونیتی، اینا هست، اینا رو همه رو میذاریم رو سایت. برای من به شخصه این خیلی مهمه، همرام نیست، خواستم نشونتون بدم. خون دادنی که بچه‌ها گفتن واقعا مهمه، یکی از کارهایی که میتونه انجام بدین. بیایم وقتی ما استفاده از کامیونیتی میکنیم برگردونیم به کامیونیتی، حالا کار والنتیری هر چیزی که هستش، واقعا این مهمه. ممنونم که توجه کردید. خیلی سریع یه بار میگم، ایمیلیست گذاشتیم برای گروه نوروز، قراره به بچه‌ای که جدید میان پاییز اتاوا مثلا گاتینو واقعا قشنگه، میخوایم دو تا برنامه هایک داخل پارک گاتینو داشته باشیم. فکر کنم ظرفیتمون بیشتر از 20 نفر نباشه، به خاطر اینکه نهایتا میتونیم 4 الی 5 تا ماشین رو هماهنگ بکنیم. استودیو ایمیلیست بنویسید که بتونیم ازتون دعوت بکنیم. و یک مورد آخر این که برای لباس زمستونتون واقعا وقت بذارید، اگه لازمه بیشتر از این بکنید، خیلی 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 مهمه. دست به درتون.